이 하늘만 에콰도르야 손하늘만 홀라 홀다가 사랑도만 홀리원에도 만하늘만 산타로스버시 이 하늘만 에콰도르야 손하늘만 홀라 홀다가 사랑도만 홀리원에도 만하늘만 رحیم. سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز، دوستان، آشنایان، همه اونهایی که از زمان و وقت خودتون یک ساعت رو مایل میگذارید، تشمیل دارید در برنامه گفتگو، ضیافت گفتگو خودتون شرکت میکنید و ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه شرکت کرده باشید و ما رو از اطلاعات و صحبت‌های خودتون بهره‌مند بفرمایید. در بعد برنامه از دو دوست عزیز ما تشکر می‌کنیم، آقای فولادی، فرهاد فولادی و خانم شهین موسوی که ما تشکر می‌کنیم از اینکه به برنامه‌های ما دارید توجه می‌کنید و برنامه‌های ما رو به دوستان خودتونم میدید و ما خیلی خوشحالیم که تعداد شنوندگان بینندگان ما در روح زیاد هست و هرچی بیشتر ما رو تشویق کنید ما بیشتر خدمتون خواهیم رسید و البته هیچ گلی بدون عیب نیست، حتی گل رز که رز میگیم و گل سرخ باید بگیم، گل سرخ، گل محمدی داریم، گل سرخ داریم، میخک داریم، همه این چیزها از همه قشنگتر و زیباتر و دلچسب ترینش گل سرخ هست که این چند روز گذشته بازارش داغ بود به علت اینکه هر سال در یک همچین زمانی مردم امریکا چون همیشه چیزی نداشتن که خودشون رو به اون دلگرم کنن، به هر چیزی که میگذره خودشون رو میبندن به اسم روز عشق و این روز عشق رو با دادن گل سرخ به همدیگه تبریک میگن و گل سرخ هم که میدونید اون تیغ های خیلی خیلی تیزشو داره که اگر مواظب نباشید یک خونی ازتون میتونه بگیر. به هر حال ما امیدواریم همه خوب و سلامت باشید و تشکر میکنیم از دوستان که به ما محبت دارن و در بند برنامه ما اطلاع داریم که این تلفن ما باز هست و هر وقت دوست داشتید به ما زنگ بزنید ما با کمال میل جواب میدیم و فکر میکنم کار بکنه، چون هفته پیش مثل که درست کار نمیکرد ولی این دفعه فکر میکنم درست کار بکنه. اگر یکی از شما صدای ما رو میشنوید فرق نمیکنه کی هستید چی هستید، یه زنگ بزنید به عنوان امتحان که ما ببینیم این داره کار میکنه یا نه. 202-753-99-33 که ما امتحان کنیم که این ببینیم کار میکنه یا نه و صدامون هم ببینیم انجام میشه. بعد هفته گذشتم که همونطور که همه اطلاع دارید از 10 بهمن تا 22 بهمن دهه فجر هست، از اون روزی که حضرت امام وارد تهران شدن و تا اون روزی که انقلاب انجام شد، داستان
ابزارهای مفصل هست، چیزهای ریزکاری های مفصل، خیلی خیلی چیزا بوده اون زمان که اصلا ما بی اطلاع بودیم. یکی از اونها این بوده که روزی که حضرت امام تشریف میارن بعد از یه روز یا دو روز مثل این که چیز بوده یا داشتن دسیسه میکشیدن که همه رو چی میگن دستگیر بکنن، چیز حکومت نظامی قرار بوده نم اعلام کنن فلان کنن بهمان کنن، و نقشم بر این بوده که چون حکومت نظامی اعلان کردن خب همه باید برن خونه شون دیگه، از ترسش هر کی بیرون باشه همه بازداشت میشه، همه با تیر میزدن. اون زمان میگفتن که هر کی بیرون باشه ما تیر بارانش میکنیم یا تیر میزنیم فلان کنیم بهمان بکنید. بعد خب میدونید اینا رو خب ما نبودیم اون موقع، ولی خب من بودم و نبودم. من که وارد تهران شدم سه روز بعدش چیز شد دیگه، انقلاب شد که روز 22 بهمن شد و این چیزها. اونطور که میگم که بود و من بودم ولی اطلاع نداشتم که حکومت نظامی اعلام شده و کسی نباید بره بیرون، و حضرت امام دستور داده بودن که ساعت 4-5 بعد از اون همه بیایید بیرون، و همین اومدن بیرون باعث شد که نقشه اونهایی رو که داشتن که برن تمام افرادی رو که شناسایی کرده بودن که حضرت امام کجا هست، اون کسی کجا هست، همه رو شناسایی کرده بودن، میخواستن همه رو بگیرن دستگیر کنن یا فلان کنن، همهش نقشه براب شد و انقلاب پیروز شد در یه چند ساعتی. و بعد روز بعدش بود فکر میکنم که حمله کردم به یه جایی بود به نام سلطنت آباد نزدیک قلحک، در روز اونورا از تهران که میرفتی به طرف تجریش یا شمران دست راستتون یه سری ساختمان‌های نظامی اونجا رو بهش میگفتن سلطنت آباد. بعد حالا چرا سلطنت آباد، بالاخره دیگه اسمشون تمام مردم ریخته بودن جو تفنگ پشنگ نه فلان فلان فلان، قیامت 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 بود. که بعد دو روز بعدش هم باز اعلان کردن که هر کی اسلحه برده بیاره بده، چون این اسلحه در دست مردم ممکنه درست نباشه. و انقلاب پیروز شد. اون چند روز اول هم خیلی 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 اصلا دیدنی تماشایی و احساس مردم چقدر با هم بود، چقدر به هم دیگه بدون اینکه کوچکترین انتظاری داشته باشن به هم کمک میکردن. کمکم حالا فرق نمیکنه، ماشینتون وایساده بود بالش چیز خیلی چیزای عادی. بعد از اون دیگه یواش یواش شروع کرد تغییر کردن، مخصوصا روز سوم. روز سوم بود که اعلان کردن که حضرت امام دستور دادن خانوم ها حجاب اسلامی رعایت کنن، و ما تا اینو شنیدیم همون موقع گفتیم ما بی‌انصافه، حتی سه روز هم شما صبر نکردید که مردم اقلا این شهد شیرینی این انقلاب رو بچشن و خوشحال باشن. البته بعضی حرفا رو یکی ممکن از دهن من بگه و بعد در موقعیتی باشم که نتونم بگم من اون حرف رو نزدم، و اینم یکی از اونا بود که گفتن حضرت امام دستور دادن که خانم‌ها حجاب اسلامی رعایت کنن. بعد اون زمانم که قبل از انقلاب اون خانوما در راه به ماهی حرفا خیلی شرکت میکردن و شعار میدادن یا شرکت راه به ماهی میکردن و بدون مثلا روسری یا بدون چیز، مثل قبل زمان شاه بود. اون روزی که انقلاب شد بعد از سه روز گفتن که حضرت امام خواستن که خانوما حجاب اسلامی رعایت کنن، و عرض کردیم خدمت شما که بعضی وقتا یک حرفایی زده میشه که مثلا میگن آقای اجلالی این حرف رو زده، و این حرف طوری هستش که من نمیتونم بگم من نزدم، یعنی ممکنه من نزده باشم ولی گفتن من زدم، منم نمیتونم بگم نزدم. و اینم یکی از اونا بودش. در بعد به انقلاب دشمنای انقلاب گفتن خب اینو چطوری به زانو در بیاریم، خانوم ها رو ما بر علیه جمهوری اسلامی ایران شورش بدیم. و اون زمان در زمان گذشته در راه به مایی ها خانوم هم شرکت میکردن، خانوم ها میومدن شعار میدادن یا راه به مایی میکردن. این خبر به خانوم ها که رسید
روز سوم انقلاب که 22 بود 25 بهمن بود یا سه روز بعدش بود، همه خانم ها اعتراض کردن و گفتن ما انقلاب کردیم که روسری سر بکنیم، ما نمی کنیم، و جمع شدن و شروع کردن به نام به طرف راه پیمایی کردن به طرف دادگستری که در نزدیک های توپخونه اون ورا بودش، طرف های بازار اونجا یه جایی بود دادگستری می گفتن اونجا رو. بعد وقتی که تو راه بودن یا جمع شدن جلوی دادگستری شعار می دادن که ما انقلاب کردیم، روسری سرمون نکنیم، فلان نکنیم، به ما نکنیم، یه رندی هم از اون دور یا اونایی که این شایعه رو انداخته بودن از دور با تیر سه نفر خانوم ها رو شهید میکنن. این سه نفر که کشته شدن شهید شدن همه دیگه به هم خورد، یه راه پیمایی همچین به هم خورد و همه رفتن. رو ما گفتیم ببینید معمولا جمعیت هر جمعیت هر شهری و هر مملکتی و هر گروهی معمولا تعدادی خانوم ها معمولا اگه مساوی نباشه یه ذره بیشتره، هزار ماشاءالله انشاءالله الحمدلله. به هر حال این اتفاق که افتاد ما از اول گفتیم ببین اینا رفتن کاری کردن که اون قسمت اعظم استخون فقرات این انقلاب رو بشکنن، چون بالاخره یه چهار زن در زندگی هر شخص هست، مادرتونه، خواهرتونه، همسرتونه، دخترتونه، و این خیلی خیلی مهم هستش که هر نوزادی در آغوش مادرش بزرگ میشه، مادرش هست که اینو به ثمر میرسونه، یه سال دو سال نگهداریش میکنه و به ثمر میرسونه. اومدن و این چیزو انداختن بین مردم و این شکاف رو انداختن. هنوزم دست بر نداشتن، هنوزم که هنوزه در ممالکی مثل افغانستان، عراق، سوریه، حالا دست انداختن به عربستان و جاهای دیگه، هی دارن میگن که بله خانوم ها خیلی حق دارن، فلان دارن، به ما دارن. یه خانومم به نام شیرین عبادی در ایران جایزه صلح بهش دادن، حالا این جایزه صلح واقعا جایزه بود که ایشون برده بود یا سیاسی بود این قضیه، و این خانم عبادی وقتی که رفتن جایزه‌شون رو بگیرن روسریشون رو برداشتن و یه اینطوری کردن و این جایزه رو گرفتن. بدونید شیطان در تمام جا حاضره، در تمام جا سعی داره میکنه شما رو از راه خودتون بندازه، و در این جهت هستش که خانوم ها رو تحت تأثیر قرار میدن، و خانوم ها خب بالاخره انحطاف پذیریشون خیلی بیشتر از مردها هست، و این سختی هایی که خانوم ها میکشن، خب بالاخره این زنی که باردار میشه در عرض یک نه ماه از یک انسان طبیعی به چیزی طوری تبدیل میشه، بعد باز دوباره فلان میشه، باز وقت نصف شب ساعت سه از شب تا صبح چندین بار هی بیدار بشه، این نوزاد رو شیر بهش بده، غذا بهش بده، تمیزش کنه، فقط اینا کار ساده نیست، یک مرد نمیتونه این کارا رو بکنه، ولی خب یک زن ماشاءالله هزار ماشاءالله این کارا رو میکنن. ان شاءالله الله سبحانه و تعالی همه رو راهنمایی کنن و هدایت کنن. و نمیدونم در قرآن هست یا در یکی از چیزها هست که میگن دعای مادر برای شما مثل اینه که در بهشت رو برای شما باز کرده باشه، و این هستش که همیشه گفتن به مادرهاتون خیلی 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 احترام بگذارید، هر چیزی از دستتون برمیاد برای مادرتون انجام بدید، به هیچ وجه دل مادرتون رو نشکنید. و داستان ها ما دارید واجبه مادر که چقدر فرزندش رو دوست داره که در هر لحظه در هر چیزی که باشه هنوز داره فکر اون فرزندش رو میکنه. و اون داستانی هم که یک شخصی عاشق زنی میشه و این زن برای که ازدواج بکنه با این مرد میگه باید بری قلب مادرتو در بیاری برای من، و این خیلی قشنگ با شعر گفته شده، البته من شعر زیاد بلد نیستم، ولی خب میگه که این شخص میره و قلب مادرشو در میاره، میاد که بره به طرف اون کسی که اینو خواسته، پاش لیز میخوره زمین،
یه صدایی از قلب در میاد که اخ فرزندم خورد، امیدوارم که اصلا پات در نکنینم فلان. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ گفتن، انشالله که بتونید رو پیدا کنید. به هر حال این از انقلاب. بعد از اون وقت تا حالا هر سال این دهه چیز رو دهه فجر میگن و جشن میگیرن، در روزهای مختلفش سخنرانی ها هست، چیزهای مختلف هست. و خب ما اینجا زندگی میکنیم دیگه، همون زمان هم که انقلاب داشت میشد ما اینجا بودیم. برای من کاری رفته بودن که رسیدم و یه ماه بعدش برگشتن و در اینجا خب جشن میگرفتن. سفارتخونه‌ای که اون زمان سفارتخونه‌ای که بودش که در خیابون ماساچوست بود، اونها دعوت میکردن که ما هیچ وقت موقعیت این که بریم برای جشن سالگرد انقلاب اونجا پیدا نکردیم. و بعد که گروگان ها گرفته شد، سفارتخونه ها تعطیل شد، دیگه خود سفارتخونه نمیتونست این کار رو بکنه، جاهایی کرایه میکردن یه هتلی چیزی و اونجا دعوت میکردن همه اونهایی که علاقمند بودن برای پیروزی انقلاب برن اونجا. البته مخالفین هم خب اونها افرادی بودن که بعد از چند روزی یا چند ماهی یا چند سالی که انقلاب پیروز شد و دیدن که اون راهی رو که این یکی ها میخواستن برن راهی نیستش که حضرت امام تعیین کردن، و ایشون دستور دادن هر کس مخالفه مانعی نداره، ولی اگه دست به اسلحه بردن قتلشون جایز هست. و یه همین کار رو کردن و همه فراری شدن. بعد همون افراد هم بودن که در امریکا یا همین جایی که ما زندگی میکنیم نزدیک واشنگتن هست، اینجا یه گروهی هستن. بعد کاری که کردن این بودش که در بعضی از این محلهایی که جشن و خوشحالی بود و جشن و سرور بود، میبرن بیرون پای میستادن شعار میدادن فلان میکردن به ما میکردن قیامت فلان فلان فلان، تا موقعی که آقای احمدی نژاد شدن رئیس جمهور و به دور دومش رسید. آقای احمدی نژاد که دور دوم ریاست جمهوری شروع شد، البته میبینید توطئه‌ای هم که کرده بودن این بودش که در اون روز یک انقلاب دیگه بشه در ایران و این نشد. بعد اینو بهانه کردن و هر دفعه که میخواست سالگرد انقلاب یه جایی هتلی چیزی جشن بشه، میومدن شعار میدن که اینا خرابکارن، اینا تروریستن، اینا فلان هم بهمانن، که یواش یواش مردم امریکا گفت اگه اینا تروریست هستن خب ما نباید اجازه بدیم. و تهدید کردن اینها صاحب هتل ها رو که اگر شما اجازه بدید ما این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم. خلاصه چیز شد، یه تعطیل شد، تمام این جشن تعطیل شد در اون فرم بزرگیش که بود. بعد یه عده خصوصی شروع کردن خونه‌های خودشون دعوت کردن مردم رو، 10 نفر 20 نفر 30 نفر اینجا، 10 نفر 20 نفر 30 نفر جشن گرفتن. خب جشن این خیلی هم مهمه. بعد تمام اینها انجام شد و اینطور شد تا اینکه آقای روحانی اومدن و بعد 2 سال پیش که اومدن، بعد 2 سال هم نشده هنوز، این یه چند وقتی میشه 2 سال، در این مدت زمان تغییراتی شد. حالا تغییراتی هم برای چی شد؟ که برای این که بالاخره شما میخوایید یکی رو ضربش کنی، خب از دور که نمیتونی با سایه خودت ضربش کنی، خب بعد انقدر نزدیک بشی که میگیری دستش رو این ورور بکنی بکنیش زمین. آمریکا تصمیم گرفت که این کار رو بکنه و ایران هم خب بالاخره از زمانهای احمدی نژاد در مذاکرات سری بودن و چیز نمی کردن، اونقدر با نمی رفتن، مثلا صحبت میکردن اینا میگن باید اینو بدین، خب اینا میگن نه ما این حق ماست ما نمیکنیم این کارو فلان. بالاخره این آقایون جدید که اومدن اون قراردادهایی رو که آقای ظریف و آقای روحانی 12 سال پیش 13 سال پیش با 5 به اضافه یکی اون زمان که اون فقط اتحادیه اروپا بود قرارداد بسته بودن، همون قرارداد رو اجرائیش کردن و با کمال استغفرالله اسمش هم گذاشتن برنامه اجرایی فرجام. به انگلیسی هم میگن plan of action، نگفتن agreement، گفتن این plan of action اسمش که اقل من یه قدم از اینجا بردارم شما بردار از اون بردارم.
خب اینو کی گفت که این قدم اینطور برداری؟ اون یکی چطور قدم برداری؟ اون رو قبلا همه رو دوخته بودن و ساخته بودن و فروخته بودن. به هر حال تمام این کارا شد و انجام شد و یک مقدار تون تشنجی که بود کمتر شد و نقشه اصلی امریکا هنوزه بر انداختن سیستم جمهوری اسلامی ایرانه و اونهایی که فکر میکنن اون نیست الکی خوشن. بعد قدم به قدم اینا دارن پیش میرن، قدم به قدم. الحمدلله که جمهوری اسلامی ایران هم یک سیستم مجموعه‌ای هست، یک سیستم تکی نیستش. البته هر گروهی که میان به عنوان اداره کننده مملکت برای چهار سال و یه چهار سال دیگه باز انتخاب میشن یا نمیشن، اینا سعی میکنن که بلکه یک مقدار این چیزها رو، قدرتها رو بیشتر و بیشتر به طرف خودشون بکشن. ولی خب اون چهار چیز، اون مربع یا اون دایره‌ای که تشکیلات جمهوری اسلامی ایران رو توش هست و یک مرکز داره و این مرکز هیچ وقت از اون مرکزی که هست، اون دایره از اون مرکز در نمیاد، همیشه تا نزدیکیاش میره ولی هیچ وقت از مرکز اون در نمیاد. از اون مرکز اون در بیاد تمومه. ولی انقدر قدرت ها دور این دایره هستن که اجازه نمیدن که هیچ قدرتی انقدر داشته باشه که اینو دایره رو بتونه از اون مرکزش خارج بکنه. و این تا حالا مونده. و البته اون چیز، اون قدرت خیلی محکم پشت این، اون سیستم دفاعی ایران هستش که به وسیله سپاه پاسداران، ارتش و بسیج داره انجام میشه و اینها بزرگترین و قدرتمندترین سیستم های دفاعی رو برای خودشون درست کردن که هر روزم که میگذره بالاخره بعضی از خبرها میرسه که چند هفته پیش بود که دو تا قایق خارجی به آب‌های ایران رسیدن، همون آنی که رد شدن از اون محدوده اینا دستگیر شدن و اومدن و بعد یه 24 ساعت تحت بازداشت بودن و اینها دستگاه‌ها و چیزهای مختلفی که باشون داشتن و اون ایرانی‌ها یا ازش عکس گرفتن یا بازرسی کردن اینا چیا هست و فلان این حرفا، بعد ولشون کردن. اینا هم گفتن دیگه از این طرفا پیداتون نشه چون ما بیدار هستیم. اون استغفر الله ان شاء الله ببخش و بیامرز عبر رو. ولی خب اون جشن 2500 ساله که در تهران در ایران گرفته بود در تخت جمشید، اون زمان گفته شده بود که کوروش تو بخواب ما بیداریم. اونی که اون حرف زده بود خواب بود، کوروش بیچاره هم بسی که بدخواب شده بود. ولی همون کارو حالا این سیستم کرده که ای ملت ما بیداریم. حتی اینا یه قدم چه عرض کنن، یه ذره انگوششون که بیاد تو خاک ما، چه در هوا باشه، چه در زمین باشه، چه در آب باشه، شناسایی میشن و گرفته میشن. و این کارم کردن. بالاخره دیگه از اون روزی که انقلاب شده تا حالا پیشرفت علمی، دانش، صنایع، هر چیزی که بگید در ایران سرعت عجیبی داشته و این سرعت عجیب امیدواریم همینطوری ادامه پیدا کنه. و با آقایونی که فکر میکنن آمریکا دلش برای اینا سوخته، انشالله که بتونن بفهمن که اینطوری نیست. در سیاست هم بالاخره دیگه یکی میره اونجا یه کاری میکنه، ولی این یکیایی که اون دایره که عرض کردم خدمت شما دورش هستن، اونها به کار اصلی خودشون دارن ادامه میدن و وای نمیسن که خب این با امریکا مثلا دیگه با دوست شدیم، حالا دیگه چیز درست نکنیم، هم اینو درست نکنیم، اون درست کنیم، صنایع اون بخوابه و مونتاژی بشیم باز دوباره، نه صنایع تولیدی نشیم، مونتاژی. به هر حال امیدواریم که همه در راه خوب و خوش و خرم باشن. برمیگردیم به این چند روز گذشته که برای اولین بار بعد از تمام این کشمکش ها دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن
دعوت کرد اون افرادی رو که در سفارتخونه های مختلف اینجا هستن که اینها رو برای شرکت در جشن سالگرد پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران دعوت کردن، شرکت کردن. در حدود 30 تا 40 تا سفیر اومدن. قبلا 2 تا سفیر میون اونم در یه جای کوچولو دعوت میکردن، 10 نفر 20 نفر بیشتر. حالا ماشاءالله مفصل، خیلی خیلی آبرومندانه، خیلی خیلی مفصل پذیرایی شدن اون افرادی که رفته بودن اونجا. و این سفرام اومده بودن و سخنرانی هایی شده بود و این حرف ها گفته شده بود. و منظور ما این هستش که فعلا چاره‌ای نبوده تا این که قبول کنن که این انقلاب، انقلاب مردمیه، انقلابیه که مردم دارن اینو پشتیبانی میکنن، انقلاب یه نفر دو نفر نیست. برخلاف این که بعضی وقت رو میپینید بعضی آقایون میگن که خانواده انقلاب هستیم، هم خانواده فلان هستیم، از این حرفا. این هستش که انقلاب، انقلاب مردمی هست. مردمی بودن که جان خود رو روی مینهایی که در راه گذاشته بودن رفتن و شهید شدن و تونستن جان خودشون رو فدای اون مملکت و ملت بکنن که برخواسته در مقابل استکبار جهانی. این یک لغت خیلی قشنگی هست که حضرت امام مصرف کردن. استکبار جهانی یعنی اون گروهی که حق شما رو میخورن. استکبار جهانی مال یه جا دو جا نیست، اینا یک جایی هستن که تمام 7.5 میلیارد جمعیت دنیا رو حقشون رو میخورن و ایران در مقابل اون ایستاد و ما امیدواریم که همین کار رو ادامه بده. ولی خب یواش یواش توش دارن آب میریزن که بلکه رقیق بشه، ولی اون دایره هنوز از اون مرکزش خارج نمیشه. این چند روز هم بذاره سرما خود. به هر حال این جشنی که گرفته شد، سفرهای خیلی مهم در ذهن یکی از سفیرها، ما اطلاع پیدا کردیم سفیر چیز بوده، سوئیس بوده و سفیر سوئیس بوده، کی بوده؟ یا الله شما نرفتی؟ الحمدلله میگم نرفتی شما. الله اکبر. بله ما بعد یه خیلی صلاح هست، صلاح و صلاح. ما رو یکی یه نفر اطلاع دادن صلاح و صلاح فرق میکنه. بله صلاح و مصلحت با ساته، از سل میاد ولی سلاح با سینه از اسلحه میاد، اسلحه بیاد. بله سفیر سوئیس هست آقای مارتین دهیندل، این اسمش هست، امبسدور سوئیس، امبسدور. بله برای من جالب بود که این شخص در اون مهمونی شرکت کرده و چون دولت سوئیس در تهران حافظ منافع امریکا هست، پس اگر سفیر سوئیس در واشنگتن در ضیافت سالانه و سالگرد انقلاب شرکت میکنه، مثل اینکه وزیر امور خارجه امریکا اومده اونجا. یه همچی حالتی داره که برای ما خیلی جالب بود. و سفرهای دیگه هم بودن از محلهای مختلف، از اروپا بودن، از آسیا بودن، از آفریقا بودن، از جاهای مختلف خیلی ها بودن. و ما به این نتیجه رسیدیم که بالاخره در رأس همه اینها که امریکا باشه، به این نتیجه رسیدن که با ایران شما باید از راه صلح و صفا وارد بشید و بتونید درک کنید، بتونید قبول بکنید موقعیت این ملت رو در اون منطقه جغرافیایی، چون مردم ایران صلح خواه و صلح‌جو هستند، مردم ایران آزاده هستند، مردم ایران سابقه تاریخی و تمدن زیادی دارن. امریکا تمدن نداره، اینو بارها ما گفتیم،
اینجا تجدد دارن. 400 سال اینجا شروع شده، تو این 400 سال تمدن همچینی به دست نیومده، هنوز هفتیرکشی میشه اینجا، هنوز کارهای دیگه میشه. تمدنی که ما میگیم تمدن نیست، تمدن رو با چیز قرص ویتامین که یکی قورت میده و تمدن رو نیست که جامعه قرص تمدن قورت بدی متمدن بشی، نه. 7000 سال 15000 سال مردم ما تو اون منطقه متمدن هستن، افرادی که اینجا هستن حالا متجدد شدن، صبح زود بلند میشن حموم میکنن، زلفشون رو قشنگ شونه میکنن، عطر بهش میزنن، این کار رو میکنن، اون کار رو میکنن. بعد ولی داخلشو که نگاه میکنین اصلا نمیفهمه که تمدن یعنی چی. ما بعضی وقت اینقدر میگیم بیرون خودمونم امنه بود مشتبه، خب تمدن یعنی چی؟ و تمدن این داشتن مثلا آخرین چیزهای مدل ماشین و مسائل خونه و این حرفا، اونای ترتمین حرفا، اینا تمدن نیست. برید ببینید، پیدا بکنید، برید سفر کنید به جاهایی که کسی نیست، یه دهکده کوچیکی که دارید رد میشه که هیچی نداره، برید تمدن رو اونجا ببینید. تمدن یعنی چی؟ تمدن آب نیست، برق نیستم، آب داغ نیستم، فلان نیست، بیمار نیست. اون احساس مردمیه، اون احساس بشریه، بشر دوستیه که یک شخصی که هیچی نداره از راهی مهمون وارد میشه، هر چی داره رو میخواد نثار این مهمون بکنه. و یه درن هم از این احساس ایرانی ها سعی میکنن سوء استفاده میکنن. و خب مردم ما الحمدلله باهوش، هر رو زود میفهمن که چه خبر. بله، بالاخره مردم دنیا، دولت‌های دنیا، در رأسش آمریکا، که اینم یک جمله بود که حضرت امام همیشه می‌گفتن تمام مفاسد دنیا در رأسش آمریکاست. چند هفته پیش آقای اوباما یه سخنرانی کرد در یکی از مساجد اینجا راجع به مسلمان‌ها و فلان این حرفا، بعد در ضمن گفت که اگر یک جمله ایرانی‌ها میگن که در رأس مفاسد دنیا آمریکا هست، این حقیقت نداره، ما این کاره نیستیم. ولی که الله اکبر، انشالله الحمدلله خدا انشالله همه رو حفظ کنه، هدایت کنه، و اینها هم بدونن که اگر در راه حق نیستید شما پیروز نخواهید بود. و این آخرین جمله ما راجع به این هست. و ما تبریک میگیم به مردمی که در انقلاب بودند، مردمی که از مردم خودشون دفاع میکنند، اون مردمی که از جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند، اون مردمی که از دولتهایی رو انتخاب میکنند، مردمی که این دولتها رو حمایت میکنند. و البته خب آقای دولت آقای روحانی 50.5% هم نبوده، 50% به اضافه یه ذره رأی آورده بودند. و ما امیدواریم اگر میتونن خدمت به ملت بکنن، میتونن خدمت به مردم خودشون بکنن، مردم هم اینها رو با آغوش باز قبول خواهند کرد. ولی اگر یه هیله پیله توش بوده، اینها رو رد میکنن، چنان که قبلا هم همینطور بوده و ردشون کردن و رفتن. بله، بله. بعد جراید ایران خیلی قشنگ این سالگرد انقلاب و راه پیمایی هایی که در 22 بهمن شده بود منعکس کردن. و یه نوشته ای هست اینجا، ما میخواییم اجازه بگیریم ببینیم چقدرشو میشه خوند اینجا. ببخشید، شما میتونید به ما زنگ بزنید که ما ببینیم دستگاه ما کار میکنه یا نه؟ بله بله، شماره تلفن 202-753-9933. بله، اجازه بدید. Thank you.
سلام عرض کرده. تلفن داره کار میکنه خیلی تشکر. بله، بیدار باش ملت به آنها که خواب آمریکا رو میبینن. این سر مقاله روزنامه کیهان هست. میلیون ها نفر از مردم ایران در روز الله، یوم الله 22 بهمن با حضور در خیابان های سراسر کشور با شعارهای کوبنده بر آمریکا 37 سال کرده یا الله، پیروزی انقلاب را گرامی داشتند و با تلاش های صورت گرفته برای بزک شیطان بزرگ پاسخی کوبنده در شکر کند. با تلاش های صورت گرفته، ما نمیدونیم یعنی تلاش های صورت گرفته. انشاءالله الله به ما قدرت خوندن رو فهمیدم. گزارش های رسیده از دورترین نقاط ایران اسلامی حاکیست با همین که هوا خیلی سرد بوده، مردم از دقایق آغازین صبح روز پنجشنبه 22 بهمن با حضور در خیابان‌ها برای 37 سال متوالی ایستادگی خود را بر اصول و ارزش انقلابی به جهانیان نشان دادند و حضور میلیونی مردم در خیابان‌های تهران به حدی بود که حاضران در راهپیمایی و گفتگو با همدیگر به افزایش چندین برابر مردم حاضر در خیابان نسبت به سالهای قبل اشاره کرد و خوشحالی خود را از این شور و ذوق نشان داره. حالا جالب بودن این راه پیمایی هم خیلی خوب هست، چطوری که شما دارید فقط راه که نمیرید، با اینی که بغل دستتون صحبت میکنیم، ممکنه مثلا همسایتون بوده با هم اومدین، حالا همسایه اون طرفی هم رسیده به شما، یا تندتر دارن میرن، یواشتر دارن میرن، مخلوط میشین و صحبت میکنین. یعنی هموطنهای خودتون رو دارید میبینید، دارید صحبت با هم میکنید، دارید تبادل نظر میکنید. خب الکی هم که همینطور شعار نمیدید، میتونید بیاره این طور شده اون طور شده، مشکلات هست، خیلی چیزای دیگه هست، بالاخره هیچ کاری بدون عیب نیست. در بعض برنامه گل روز ما اشاره کردیم که به اون زیباییش خار داره که اگه مواظب نباشی انگشتت رو سوراخ میکنه. این هستش که خیلی قشنگ اینجا گفته شد. بعد نوشته که در پلاکارت ها و شعارهای مردم بر آمریکا نماد و نمود خاص دائمی داشت و مردم پلاکارت های برداشتن که از جمله امام بر آن نوشته بود آنها که خواب آمریکا را خدا بیدارشون کنند. الله اکبر، عجب شخصی بوده، اگر انسانی بوده حضرت امام خمینی که 37 سال پیش این حرفا رو زدن که هنوزم حقیقت داره. شما اگر فکر میکنید آمریکا دلش برای شما سوخته، ول معطلی. آمریکا حتی دلش به مردم خودش هم نسوخته. ببینید چی دارم میگم. رئیس کل خزانه‌داری فدرال، بهش میگن فدرال ریزرو، یک خانومی هستن به نام یلن، چند روز پیش ها صحبت کردن و گفتن که امکان این که ما بهره منفی بخوایم به مردم بدیم امکانش هست، منتها ما دستور دادیم به بانک ها که این سناریوی بهره منفی رو بررسی بکنن. من نمیدونم، منم هر روز نفهمیدم معنیش چیه، ولی اینطوری دارم میفهمم. قبلا به شما مثلا $10 میدن، میگن 2% بهره داره، آخر سال $10 به اضافه 20 سنت بیارید به ما بدید. خانم یلن میگه که حالا ما میخواییم بهره منفی بدید، یعنی معنیش اینه که اگه به من $10 دارم میدن، آخر سال از $10 کمتر باید به اینا بدم. خیلی ها چطوری خواهد بود که البته من که نمیدونم هیچی، خود این خانم یلن هم گفتن که به بانک ها شروع کنید مدل سازی که مثلا اگر یکی اومد از شما یه قرضی گرفت، خب در حال حاضر قرضی که در امریکا دارن میدن 4% 3% هست، 3% یا 4% بستگی به مدت زمانی که چطوری پرداخت بکنید. و این
دست موقعی که ما اومدیم امریکا تا حالا یه همچین چیزی ندیده بود. 50 پوله سال حالا دارن سعی میکنن برن به منفی، یعنی بانک به شما پول میده که ازش پول خرج کنید، و اگر یه همچین چیزی باشه سرمایه های زیادی از آمریکا میره بیرون. چرا؟ برای اینکه شما پولتون رو بخواید تو بانک امریکایی بذارید، بعد به این بانک امریکا پول بدید، کرایه بدید که این پولی شما رو دیگر داره، چون داره این پول رو منفی داره به یکی داره میده. نمیدونم این حرف، اونایی که اقتصاد بلدید به ما زنگ بزنید بگید چه حرفایی گفته داره میشه که ما بتونیم بفهمیم. تمام اینها یک اشارهی در سرازیری رفتنها هست. اگر صدای ما رو میشنوید، اگر شما کاری دارید، اگر سرمایهی دارید، در خرج کردنتون مواظب باشید، چیزی رو اگر احتیاج ندارید نخرید، که روزهای یک ذره متلاطم‌تر در پیش هست، کارها ممکنه کمتر بشه، عددی از کارهاشون ممکنه بیان بیرون، چیز رکود اقتصادی شدیدی نه تنها در آمریکا، در دنیا برای به وجود میاد، یواش یواش یه دمی، یعنی اصلا شروع شده اقتصاد رکود اقتصادی. و ما امیدواریم که اونهایی که هیچی ندارن، خب هیچی ندارن، اونهایی که یه چیزی دارن امکانن اونا هم دست از دست بدن و هیچی ندارن، اونهایی که خیلی 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 دارن، خب اونا رو مو هم چه میان نمیگه از دیگه، اونا به اونا هیچ تأثیری نخواهد داشت. تأثیر در این قشر وسطه، افرادی هست مثل من و شما که فکر میکنیم هنوز یک آسایشی داریم، یک رفاهی داریم، اگر بهارم همه رو ببرم بکنن فقیر فقیر، اون وقت شده اون پیشبینی که سالهای سال پیش ما گفتیم در یکی از برنامه هامون که در آمریکا که شروع بشه، یعنی دو قشر بیشتر نیست در آمریکا، اون ثروتمندی که همه چیز داره، اون ناداری که هیچی نداره، و هیچ نوع قانون و هیچ نوع اداره پلیس و نگهبانی و این حرفا حریف 99% مردم امریکا نمیتونه بشه، چون چیزی که نداره، به قانونم اهمیت نمیده، یعنی قانون نمیتونه اجرا بشه، قانون قدرت اجرایی دیگه نداره. چرا نداره؟ همون بدبخت بیچاره که پاسبون، اونم مثل همین یکی هیچی نداره. بعد یه دم که همه چی دارن، خیلی ها اونایی که همه چی دارن بیان یه در رو اجیر میکنن که از اینها نگهبانی بکنن، اون عده که اجیر شدن که بیان از اینها نگهبانی کنن، به یک مرحله میرسن که میگن صبر کن ببینم، استغفر الله و توبه کن، اون به قانون گوش نمی کنه، این به قانون گوش نمی کنه، یکویی اصلا کل اشتباه تو هم پاشیده میشه، ایمپلود میکنه، در خودش متلاشی میشه. ما امیدواریم الله سبحانه و تعالی به همه کمک کنن، به همه راهنمایی کنن که به این مراحل نرسه، ولی اینطور که دارن گفتگو میکنن در این جهت داریم پیش میریم. ما داریم میگیم اینجا اگر امکاناتی دارید، چیزی دارید، سعی بکنید که از گلیم خودتون فراتر نرید، که روزهای نسبتاً متلاطمی در پیش هست، و انشالله که همه موفق و سرفراز از این مرحله بیایید بیرون، و هر سال که بگذره یه ذره شلوغ‌تر میشه. من چند روز پیشا بود قیمت طلا رو نگاه کردم، چون این اخباری که می‌رسن زیرش یه چیزی نوشته است که رد میشه، بعضی از چیزها رو اندیکاتورهای قیمتها رو نشون میده، بعد تو اون نوشته بود که طلا شده 1250 دلار شده، تا 1400 خورده رفته بود، اومد پایین تا 1100 یا 1050 دلار، یه هم چیزایی شد، بعد باز دوباره 200 دلار رفت بالا در 3-4 هفته گذشته. باز خبرایی هست و
امیدوارم الله سبحانه و تعالی همه رو حفظ کنه، هدایت کنه. بالاخره ما که نمیدونیم، الحمدلله. بله بعد همه گفتن که بله ما امریکا رو دشمن شماره یک ملت ایران میدونیم. راه به بایان در پایان تجربه میلیونی 22 بهمن طی قطعنامه‌ای اعلام کردند که امریکا را همچنان دشمن شماره یک میدونند. در بخشی از این قطعنامه از مردم موحد و متحد ایران اسلامی، مقاومت اسلامی در منطقه که بیش از هر زمان دیگر نظام سلطه رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است، را در صدر انقلاب و گفتمان عزت آفرین را و رهایی بخش آن دانسته، با محکوم کردن جنگ های نیابتی و جنایات تروریستی داعش و گروه های سلفی تکفیری در کشورهای اسلامی و همچنین تلاش نابخردانه، یعنی خردانه نبوده و انتحاری آل ابن سعود که با طراحی و حمایت آمریکا در رژیم اشغال خصوصا هم پیمان منطقی آنها را برای تأثیر گذاشتن در جریان سیاست مقاومت و امنیت سازی برای صهیونیست‌ها. این درست میگه، سرود میگه پشتیبانی خود را از دولت و ارتش و نیروهای مردمی و مقاوم کشورهای سوریه الان اعلام داشته و به رهایی آنها از این فتنه بزرگ. بله خبر هست جدیدن در رسانه ها که ترکیه علنا وارد جنگ شده در خاک سوریه. البته در خاک سوریه مقدار منطقه کردنشین هست و ترکیه به خودش اجازه داده که به اینها حمله کنه. از یه طرف هم عربستان اعلان کرده که ما سرباز میخواییم بفرستیم و نمیم تو این برنامه بود یه برنامه دیگه بود که ما شهر داریم که عربستان انقدر جمعیتش کم هست، اینا باید برن جمعیت کرایه کنن از جاهای دیگه بیارن و در این کرایه کردن اول از پاکستان خواسته بودن که پاکستان قبول نکرده بود، رفته بود از مصر خواسته بودن، مصر قبول نکرده، حالا خودشون مجبور شدن بگن که ما سرباز میخواییم بفرستیم. اونها هم دارن علنا وارد جنگ میشن، منتها سربازی که دارن میگن ممکنه این مقدار از این هواپیماهایی باشه که چیزهاش هواپیماها رو که افسرهایی که دارن چیز میکنن هدایت میکنن خلبانهاشون ممکنه عرب نباشن، ممکنه از یه جاهای دیگه باشن، ولی خب هیکل هواپیما روش نوشته عربستان و اینها رو هم آوردن نزدیکی های مرز. یه جایی هست ایلچینگ، یه همچین جایی فرودگاهی هست که مال ترکیه هست و این دو کشور هم بعد جوری خودشون رو تو تلاطم انداختن و در حال حاضر سوریه یه جایی شده که مثلا میتونن مردم بیان اونجا و هر غلطی خواستن بکنن. و در ضمن ما سوال میکنیم خب روسیه و ایران چی؟ روسیه اعلان کرده که ما اینجا برای خاطر دعوت از آقای چیز اومدین، اسد اومدین، آقای بشیر اسد ما رو دعوت کرده و ما اومدیم اینجا و داریم دفاع میکنیم از آقای بشیر اسد. اون یکی ها گفتن آقای بشیر اسد ما رو دعوت نکرده، ما اومدیم آقای بشیر اسد از کار بندازیم. خب این میشه حمله به یک مملکت، یکی میشه دفاع از این مملکت، یکی حمله به مملکت. این هستش که با امیدوارم اونم به یک مرحله خوبی بتونه برسه که دست بردارن با اینقدر کشت کشتار. واقعا انسان دلش اصلا کلن حال آدم خراب میشه که ببینید که در این دور زمانه قرن 21 ها وحشی تر از قرن اولی قرن 21 و به سیم آخر واقعا زدن این هست که دیگه اصلا هیچ کس دیگه است، هیچ کس شنوایی نداره. امریکا این وسط مونده که من چیکار کنم؟ سریع اجازه دارن که مقدار بودجه دفاعی امریکا در اروپا رو 3 برابر یا 4 برابر بکنن، چون یک شرکتی هست به نام رند
اینها اومدن مدل سازی کردن که اگر روسیه تصمیم بگیره همین امروز استونیا، لاتفیا و لیتوانیا بخواد حمله بکنه، 24 ساعت اونجا رو میتونه بگیره یا در 3 روز. و غرب به هیچ وجه هیچ قدرتی نداره که متقابله بکنه، مقابله بکنه، و چون نمیتونه مقابله بکنه و همه اینها رو هم سریع آوردن جزو ناتو کردن، و اونم قبلا ما عرض کردیم خدمت شما که ترکیه سربازشو میده، بقیه اروپایی ها اسلحه ها رو میدن و اینا میرن میجنگن تا دور دور دنیا که این چیز قدرت غرب رو به سر مردم بزنن. و حالا اتحادیه اروپا یا ناتو همین الان داره افسوس میخوره که چه غلطی بود ما کردیم که لیتوانیا، استونی و سه تا چیز هست اینجا، لاتفیا، لیتوانیا و استونیا، سه تا مملکت یه ذره هستن و اینا دارن افسوس میخوره چه غلطی بود که ما اینا رو به زور آوردیم جز خودمون کردیم. سریع هم قبول کرده بودن، اونا گفتن شما این تقاضا بنویس، مثل الله اکبر، مثل این چیزی میشه که مثل این چیزای قدیم میشه بعضی وقتا اینجا دارن میگن که مثلا یکی اگر میخواست قرض چیزی بخواست از بانک بگیره، اگه سفید پوست بود خود بانک داره تقاضای اینو مینوشت، میگو اینطوری بنویس و قرض بهش میدن، اگه سیاه بود سیاه ازم گفت یه هفته دیگه میاد. یه همچین قضیه بوده وقتی که لیتوانیا، لاتویا و استونیا رو قبول کردن که نباید از جزو ناتو بشن، خود اینا پیشنهاد اینطوری دادن که بیر از ما بخواید که جزو ما بشید، سریع هم قبول کردن. حالا دارن افسوس میکنن چه غلطی بوده، چه غلطی بوده. این هستیش خرجش ما باید بدیم اینجا، من و شما باید خرجش رو بدیم، از مالیاتی که دارید پرداخت میکنید من و شما باید بدیم. 4 برابر شدن چیز دفاعی، بودجه دفاعی اروپا، فنده من اگه مثلا چند میلیارد هستی 4 برابر بشه از درخت که نمی کنن اینو، من و شما هستیم باید بدیم. به هر حال ما امیدواریم بگیرد بد بشه تا خوب بشه، فعلا نرسیده به اون جایی که واقعا بد بشه. و اگر روسیه واقعا تصمیم بگیره که این سه تا مملکت رو بگیره، همونطور که رفت گرجستان و اون یکی جا کرایمیه میگن، چه میگن در اروپای شرقی، اینجاها رو گرفت و فعلا عقب نشینی نکردن و جایی نرفتن، یوکراین، اگه یه همچین قضیه بشه روسیه واقعا قد علم کرده که ما با شما کاری نداشتیم، انگشت تو لونه زنبور کردی و زنبور اومده بیرون، چی میگی؟ جنگ سوم جهانی رو دارن شروع میکنن. بعد خب ما وقتمون داره به انتها میرسه، یواش یواش اینو بتونیم بخونیم. بله اینو عرض میکردیم خدمت شما که تمام دنیا دیگه قبول کرده جمهوری اسلامی ایران یک سیستمی هست که به یک چیزی پایبنده. البته تو جمهوری اسلامی ایران یه دم هستن، تو خود جمهوری اسلامی نیستن، به اسم هستن، ولی این افراد میخونی هستن که اینا رو باید مثل اون چمن قشنگی توش هرزه در میاری، هر دار رو باید بکنن بندازن دور، این چمن ادامه پیدا کنه و اون زیبایی خودشو ادامه پیدا کنه. تمام اون چیزهایی که جمهوری اسلامی ایران میخواد منعکس کنه داره منعکس میشه یواش یواش در دوروبر ایران، یا در اروپا باشه یا در آفریقا باشه یا آسیا باشه، در امریکای جنوبی، تمام اینجاها یواش یواش داره گسترش پیدا میکنه. و ما مطمئن هستیم یک روزی خواهد بود که مردم ایران، افرادی که زادگاهشون آب و خاکشون ایران هست، واقعا از حالا باید سرفراز باشید و خوشحال باشید که یک همچی جایی بوده که شما در اونجا به دنیا اومدید که قدم برداشته، اولین جایی که در تمام دنیا دولت ایجاد کرده، سیستم های
اداری ایجاد کرده، سیستم های کشوری ایجاد کرده، ایران بوده، کسی دیگه نبوده. و اینو بدونید و امیدواریم که این هم سریع بتونیم بخونیم. آیا بله توی در این قطعنامه همچنین آمده است ملت استکبار ستیز ایران آمریکا را همچنان دشمن شماره‌ای که خود دانسته و با تأسیب به منویات و خوشدارهای رهبر معظم انقلاب رخنه و نفوذ در حصار اراده و تطبیق کشور و تلاش موریانوار برای سست کردن ارکان نظام را راهبرد انکار ناپذیر دشمن در عصر پسا برجام دانست و با تأکید بر ضرورت افشای سناریوهای ضد ایران ضد انقلابی آمریکا از همه دستگاه‌ها و اطلاعات امنیت نیز همه دلسوزانه جریان مانده کنند. نمیدونم اینا معنیش چی هست، همینقدر میدونم که اونها میدونن، یعنی در و وا کردن که شناسایی کنن که کی داره میاد و کی داره میره و رفت آباد نردهی. وای به حالتون اگر یک قدم بر علیه ملت خودتون بردارید، وای به حالتون که روز بعدی خواهد بود. خیلی تشکر از حضور شما، تشکر از دوستان و اونهایی که محبت کردن با ما، تونستن تماس بگیرن و نتونستن. تا هفته آینده مرحمت علی زیاد. Oh yeah.